اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. هدف هفتم، تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین. مطابق با دستور کار، هدف نخست از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف هفتم عبارت است از تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه، مطمئن و نوین در حوزه انرژی تا سال 2030. 2. افزایش قابل ملاحظه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال 2030. 3. دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری و کارایی انرژی تا سال 2030. الف، تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه انرژی پاک از جمله انرژی تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه‌تر از سوخت فسیلی و ترویج سرمایه‌گذاری در تولید زیرساخت‌های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال 2030. ب. گسترش زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فناوری برای تأمین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، در راستای برنامه‌های حمایتی ویژه این کشورها تا سال 2030. اطمینان یابی از دسترسی عموم به انرژی‌های مدرن، پایدار، مطمئن و مقرون به صرفه هدف هفتم از اهداف 17 گانه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار SDG است که به سه گروه اصلی تقسیم شده که شامل اطمینان یابی از دسترسی همگان به انرژی، افزایش پایدار سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی و دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارایی انرژی است. با توجه به سه هدف اصلی خود، 4 متغیر اندازه‌گیری و پایش در نظر گرفته شده است. اطمینان یابی از دسترسی همگانی به انرژی یکی از گروه‌های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می‌شود که برای آن 2 متغیر سهم جمعیت برخوردار از انرژی برق و سهم جمعیت استفاده کننده از سوخت و تکنولوژی پاک در نظر گرفته شده است. برای گروه افزایش پایدار سهم انرژی تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی نیز متغیر
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل مصرف نهایی انرژی مد نظر قرار گرفته و برای گروه دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارایی انرژی نیز متغیر، شدت انرژی بر حسب انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است. دستیابی به توسعه در کلیه ابعاد آن آرمان اصلی هر جامعه است. یکی از معیارهای تشخیص میزان موفقیت کشورها در دستیابی به توسعه، دسترسی به استانداردهای بالا در تولید و مصرف انرژی است. دسترسی به انرژی یک پیش نیاز ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که فراتر از بخش انرژی گسترش می‌یابد. همانند ریشه‌کنی فقر، افزایش تولید مواد غذایی، تأمین آب پاک، بهبود سلامت عمومی، افزایش آموزش، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و توانمندسازی زنان. در حال حاضر 1.6 میلیارد نفر در سراسر جهان دسترسی به برق ندارند، در حالی که 2.5 میلیارد از آن به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند. تغییرات آب و هوایی، باران اسیدی، تخریب لایه اوزون، تشعشع هسته‌ای، آلودگی هوای شهری و آلودگی دریایی ناشی از حمل و نقل نفت و زیاده روی و عدم مدیریت صحیح در استفاده از سوخت‌های فسیلی بوده است. بنابراین هدف 7 از دسترسی جهانی به خدمات مقرون به صرفه، قابل اعتماد و انرژی مدرن حمایت می‌کند. با توجه به اینکه توسعه پایدار بر توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست متکی است، هدف 7 هدف افزایش قابل توجهی در سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی و دو برابر شدن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری انرژی است. مشکل کشورهای در حال توسعه در خصوص انرژی بیشتر کمبود منابع انرژی و ضرورت دسترسی به انرژی بود، در حالی که مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه آلودگی و پسماندهای انرژی بود. دسترسی به انرژی پایدار مستلزم دو نوع پیشرفت است: پیشرفت فناوری و پیشرفت در زمینه سیاست‌گذاری. در خصوص بُعد اول، لازم به ذکر است که تا زمانی به لحاظ فنی و فناوری بخش انرژی توسعه نیابد، نمی‌توان انتظار پایداری در این حوزه و استفاده از اشکال پایدار انرژی را داشت. بر اساس گفته بورتن ریچر، برنده جایزه نوبل فیزیک، این مسئولیت ماست که فناوری‌های را توسعه دهیم که به کل مردمان دنیا اجازه ارتقای استانداردهای زندگیشان را بدون تخریب محیط زیست بدهد. هرچند روند توسعه فناوری نسبتاً زمان‌بر خواهد بود و به اعتقاد برخی دستیابی به یک سیستم جهانی انرژی پایدار مستلزم نیم قرن پیشرفت فناوری دستیابی به مفهوم انرژی پایدار به عنوان یک هدف بلند مدت باید در سیاست‌های بین‌المللی انرژی گنجانده شود. در بُعد سیاست‌گذاری نیز تعقیب مسیر توسعه پایدار نیازمند اعمال تغییرات شدید در الگوهای تولید و مصرف انرژی است. با توجه به اینکه اصلاح قوانین انرژی عنصر اساسی دستیابی به کلیه کشورها تلاش دارند در برنامه‌های پایداری در محدوده اقتصادهای ملی و جهانی است، توسعه‌ها و در سیاست‌گذاری‌های کلان خود جایگاه ویژه‌ای را به این مسئله اختصاص بدهند. بنابراین امروزه مدیریت تعامل میان انرژی و محیط زیست یکی از چالش‌های پایدار برای تصمیم گیرندگان در حوزه انرژی است. برای انجام چنین مدیریتی و اصلاح کل ساختار بخش انرژی، بخش‌های دولتی و خصوصی باید با یکدیگر همکاری نمایند و بالاخره سازمان ملل. در کشور ما نیز به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز
انرژی از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از 1913 همواره به عنوان یکی از صادرکننده های اصلی نفت محسوب می شده است. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان، دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب قرار دارد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین المللی برخوردار است. کشورمان از نظر میزان ذخایر زغال سنگ در رتبه 30 جهان قرار دارد، اما غنی بودن کشور از نظر منابع نفت و گاز سبب شده است که استفاده از منابع زغال سنگ کمتر مورد توجه قرار گیرد. اما توجه به جایگاه این کانی باعث شده است برنامه ریزی برای استخراج بیشتر آن و افزایش میزان ذخایر زغال سنگ در کشور صورت بگیرد. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. حق برخورداری از سطح زندگی در خور شأن انسانی در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شکل مورد تأکید قرار گرفته است: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همین حق را این گونه دوباره یادآوری می کند. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش، شامل خوراک، پوشاک و مسکن و همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسد. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان دارند. همچنین دولت‌ها در سطح داخلی و بین المللی باید زمینه دسترسی شهروندان را برای بهره‌مندی از حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن فراهم سازند تا دسترسی به تکنولوژی‌های بروز و کارآمد برای دسترسی و استفاده از انرژی پایدار فراهم گردد. ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق را یادآوری می‌کند: هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی و اجتماعی خیش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره‌مند شود. ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اعلام می دارد کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور زید به رسمیت می شناسد. شرکت در زندگی فرهنگی، بهره‌مند شدن از پیشرفت‌های علمی و مجاری آن، بهره‌مند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی، ادبی یا هنری که مصنف یا مخترع آن است، تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط کشورهای طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد، باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیت‌های خلاقه را محترم بشمارند. کشورهای طرف این میثاق به فواید حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماس‌های بین‌المللی در زمینه علم و فرهنگ اعتراف می‌نمایند. نگاهی به قانون اساسی ایران. بنابر اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل 2 همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. علاوه بر این، طبق اصل 48 قانون اساسی، در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. اصل 43 نیز بیان می‌دارد که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود. تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. مطابق با اصل 44، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین اصل 45 بیان می‌دارد که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. مهمترین محورهای اصلی حقوق بشری هدف 7 در خصوص کشور ایران را می‌توان اینطور خلاصه کرد: توزیع برابر دسترسی به انرژی میان تمامی مناطق کشور و بررسی تبعیض‌ها و نابرابری‌ها میان نقاط مختلف کشور. بحث صادرات انرژی از ایران به کشورهای دیگر و بررسی سود و زیان آن از منظر اقتصادی
و حقوق بشری. گرانی حامل‌های انرژی شامل برق و آب و گاز و سایر حامل‌های انرژی و تأثیرات منفی آن بر زندگی شهروندان. فرسودگی شبکه‌های توزیع انرژی شامل برق، آب و گاز و غیره و تلفات انسانی و خطرات ناشی از این فرسودگی بر شهروندان. وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی و ظرفیت‌های کشور ایران برای بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار مثل بادی، خورشیدی و غیره. جمع‌بندی و راهکارها. با توجه به عملکرد ایران در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار، مشخص شده که ایران پیشرفت خوبی در زمینه امکان دسترسی مردم به برق به ویژه در مناطق روستایی حاصل کرده و به عبارتی این هدف به طور کامل محقق شده است. همچنین حدود 98.5% از جمعیت ایران به منابع انرژی پاک برای پخت و پز دسترسی دارند که با توجه به روند فزاینده آن تحقق کامل این هدف در سال 2030 دور از ذهن نیست. از سوی دیگر به رغم پیشرفت‌های مقطعی حاصله در رابطه با کاسته شدن از رشد سالانه شدت مصرف انرژی در ایران، روند عمومی شدت مصرف انرژی در ایران فزاینده بوده که مغایر با جهتگیری ارتقای کارایی مصرف انرژی است و استمرار این رویه تحقق جزء سوم هدف هفتم توسعه پایدار را تضعیف می‌کند. اصلاح سیاست‌ها در حوزه انرژی، بلخص در زمینه واقعی‌سازی قیمت‌ها، تأثیر مهمی در بهبود این متغیر عملکردی حوزه انرژی ایران خواهد داشت. همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف انرژی در ایران بسیار کم است و وضعیت خوبی از حیث تحقق جزء دوم هدف هفتم توسعه پایدار ندارد. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این حوزه، انتظار می‌رود وضعیت ایران در تأمین این هدف بهبود یابد.